سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست با شما هستم. این قسمت چهارم برنامه به نام جان هست و ما قراره توی این قسمت درباره خدا با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه هم هستید. خب قاعدتا وقتی ما بخوایم درباره خدا صحبت بکنیم و یا هر موضوع دیگه‌ای، در وهله اول مواجه با وجود و یا عدم وجود اون مبحث میشیم و در باب خدا هم قائل به همین جا میرسه، اینکه آیا خدایی وجود داره و یا اصلا خدایی وجود نداره. طی مرور زمان در طول گذشت این قرنها و اعصار، حقیقتا هیچ کس نبوده که بتونه اذعان بکنه که خدا وجود داره و یا کسی نبوده که بتونه اذعان بکنه خدای وجود نداره. یعنی شما اگر بخواید به مسئله وجود و یا عدم وجود خدا به شکل علمی نگاه بکنید، موضوع قابل عرضی نیست. اصلا موضوع علمی نیست. ما رو میبره وارد وادی ایمان میکنه. هر کس در هر جایگاهی با هر مدرج علمی با هر نوع نگاهی که داره، قاعدتاً در باب خدا وقتی صحبت میکنه فقط و فقط با قدرت ایمانشه که میگه خدا وجود داره و یا حتی خدا وجود نداره. یعنی حتی اون دسته از دوستانی که در باب وجود نداشتن خدا هم حرف میزنند، قاعدتاً به واسطه ایمانشونه که دارن این حرف رو میزنند، به این موضوع ایمان دارند، از پیش یک موضوعی رو قبول کردن و حالا به دنبال تراشیدن دلیل هستن براش. هیچ تفاوتی بین کسانی که بی خدا هستن و یا کسانی که با خدا هستن در اصل این موضوع نیست، چون موضوع قابل عینی نیست، موضوع قابل لمسی نیست، موضوعی نیست که بشه از طریق علم اون رو حداقل از طریق علم امروزی به اون رسید. شاید آیندگانی باشن که از طریق علم بتونن در راه اثبات و یا عدم وجود خدا صحبتی بکنن، دلیلی بیاورن، برهانی بیاورن که علمی باشه. اما امروز و در حال حاضر با گذشت این سالیان دراز و این مبحث بزرگی که همیشه درگیر بوده انسان باهاش، هنوز که هنوز کسی نتونسته از طریق علمی وجود و یا عدم وجود خدا رو اثبات بکنه. این خیلی ساده است. شما با یک جستجو در میان کتاب‌های مرجعی که در این رابطه نوشته شده میتونید به این اصل برسید که هر کسی با هر جایگاهی که داره در آخر به ایمان خودش میرسه و با ایمان خودشی که داره ترسیم میکنه وجود و یا عدم وجود خدا. اما موضوع نباید به این را ختم میشه. ما گفتیم قرار در باب واقعیات صحبت بکنیم، واقعیات عینی که در جهان خودمون میبینیم. وجود خدا واقعیت جهانه. مهم نیست که خدایی در آسمان وجود داشته باشه، به قول برخی خدایی باشه حلول کرده در وجود تمام موجودات، خدایی باشه که جهان رو به وجود آورده و به حال خودش رها کرده، خدایی باشه که به کار ریز انسانها هم دخل و تصرف داشته باشه. مهم این نیست که اون جسم فیزیکی، اون جسمی که ما مطمئن باشیم که هست، وجود داره یا نداره. مهم جهان پیرامون ماست، مهم واقعیتیه که توش خدا وجود داره. خدا تو دل انسانها وجود داره. در بیشتر کشورهای جهان اصلا آمار بی خدایان خنددار نسبت به خداها، خدا باورها، اصلا قابل قیاس نیستن. شاید یک درصد خیلی قلیلی حتی تو جوامع آزاد هم دسته خیلی کوچیکی هستن که به عدم وجود خدا ایمان دارن. اما طیفی که به خدا اعتقاد داره و وجود خدا رو یک دلیل بزرگ و روشن میدونه و بهش معترفه، یه طیف بسیار گسترده است. اکثریت غالب جهان هست در تک تک کشورهای مختلف، حالا شاید به واسطه های مختلف باشه، یعنی از طریق دین هندویسم مثلا یه عده‌ای به خدا اعتقاد داشته باشن، اما سرآخر همون نگرش خداست. این تمایزی بینش نیست. هر کدوم از این طریقت ها یک نگاه کلی و اجمالی داره که حالا ما توی این بحث دربارش صحبت میکنیم و ما نقطه تقابلمون دقیقا همون نقطه کلیدیه که تقریبا تو تمام ادیان یک شکل هست. حالا تو بعضی ها
مثل ادیان ابراهیمی محکمتر، استوارتر، قدرتمندتر، این عصر رو با ارزش کردند، مقدسش میشمرند. در یک باورهایی مثل هندویسم، حالا بودیسم که خیلی کمتر، زرتشتیت کمتر، اما خب مثلا بودیسم واقعا کمتر وجود داره، اما در مجموع وجود داره. پس ما باید توی این بحثی که داریم دربارش صحبت میکنیم و در باب خدا، وجود و یا عدم وجود خدا صحبت میکنیم، فرای وجود حقیقی فیزیکی اون موجود ماورایی، ما باید به دنیای حقیقی و واقعیت پیرامون خودمون نگاه کنیم و معترف بشیم که خدا وجود داره، چون خدا در دل انسان ها وجود داره، راه و طریقتش وجود داره، اعتقاداتش وجود داره، انسان ها بر پایه باوری که به اون دارن دارن زندگی میکنن، قوانین خیلی از کشورها سرچشمه گرفته از همون باور هاست، حتی در برخی از کشورهای متمدن هم به صورت غیر مستقیم تأثیر گذاشته، مهمتر از اون، بزرگتر از اون، فرهنگ عامه رو ساخته، نظم قالب رو ساخته، نظم قالب جهانی، همه و همه برگرفته از همون تفکر انسانی به خداست. در جای جای جهان، یعنی هیچ تفاوتی نمی‌کنه. شما کشورهایی که درش به نوعی حکومت‌های غیر دینی و سکولار هم دارن، باز هم همون نظم قالب، نظم قالب اعتقاد به خداست. حالا شاید برای شما سوال پیش بیاد که نه، همچین چیزی نیست، کشورهایی هستن که سکولار هستند، جدایی کامل نهاد دین از نهاد حکومت رو دارند. اما در آینده نزدیک در همین برنامه مقداری درباره صحبت میکنم تا اون عصر رو با هم بفهمیم درباره چی داریم صحبت میکنیم. مفهوم این نیستش که یک کشوری نماز بخونه، نمیدونم یک کشوری روزه بگیره، این مفهوم وجود خدا نیست. مفهوم خدا یک فرهنگ عام و قالبیه که نظم جهانی رو ساخته، آموزش انسانها رو ساخته، در هر جایگاهی به یک نظم واحدی چشم میدوزن و در همون راستا حرکت میکنن. حالا که بحث به اینجا کشیده، بهتر هستش که به نظرم با اون مفهوم اولیه‌ای که من دربارش صحبت کردم و در باب وجود یا عدم وجود خدا آشنا شدید و خیلی قابل لمسه براتون، بهش فکرم بکنید. خیلی میگم هیچ نیازی نداره که خدایی در آسمان باشه یا نباشه، مهم وجودش بین انسان هاست. انسان ها اعتقاد دارند که خدا وجود داره، هیچ تفاوتی نیست که حالا اون وجود داشته باشه، چون ما تأثیراتش رو در زندگی پیرامونمون میبینیم. یعنی اون خدایی که حالا طی قصصی که در بین کتب آسمانی گفته، نمیدونم سنگ میفرستاده و آتیش میزده و اینها، اون موضوع مهم ما نیست. موضوع مهم ما اون تأثیرات رو ما در جهان که نمیبینیم، خیلی کم اتفاق میفته که حالا حوادث طبیعی است یا مرتبط با خدا میدوننش. اما ما موضوعات عینی رفتار انسان هاست، رفتار انسانی که آموزش دیده از طریق خدا. به نظرم این موضوع موضوع قابل فهمی است و ما بهتری که بریم سمت این که حالا این خدایی که ما داریم صحبت میکنیم و میگیم این نظم وجود داره مفهومش چیست؟ این خدایی که من دارم ازش صحبت میکنم یک قدرت مطلقه، قدرتی که پاسخگو نیست، قدرتی که فرمان میده، قدرتی که فرمان بردار میخواد، اطاعت کننده میخواد، تسلیم میخواد. این قدرت بزرگ و واحدی که یک نظم متشکل رو ساخته در طول این سالیان، در طول این اعصار، انسان با توجه به این نظم مدام در حال بازتولید این نظمه، مدام داره به نسل‌های بعدی این نظم غالب رو تحویل میده، گسترش میده. این اون نظم حاکمیه که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم، یک خدای قدرتمندی در نوک یک پیکانی که فرمان دهنده است، فرمان ده، فرمان میده، فرمان بردار می‌خواد، مراد بقیه از بقیه مریدشن، در نوک پیکان پاسخگو نیست، مستبده، در برابرش نمیتونی حرفی بزنی، همون تعریفی که امروز از اون دیکتاتور داری. قاعدتا با اون خدای تصویر شده بین همه انسان ها هیچ تفاوتی نداره. شما از خدا اگر پاسخ بخواید کافرید، شما اگر با خدا صحبت بکنید و به نظم حاکمش ایراد بگیرید کافرید، مشرکید، محاربید، از دین خارج میشید، مرتدید،
حکمتون قتل، مرگ، خب چه تفاوتی با اون دیکتاتوری که ما توی ذهنمون داریم داره؟ و اصلا به وجود آورنده اون دیکتاتور همین نظام حاکمه. من میگم موضوع سر این نیستش که یه خدای نشسته روی تختی الان اون بالا مثلا داره نگاه میکنه بعد میگه این داره چی میگه. موضوع اون نیست، موضوع اون نظم ساخته است، اون نظمی است که در حال باز تولیده. یعنی مثلا ما اگر بخوایم نگاه بکنیم در متمدن‌ترین جامعه های غربی، در متمدن‌ترین و قبله آمال برخی، مثلا قبله آمال هست، این دیگه بهترین و زیباترین هست، هرچند که حقیقتا پیشرفت انسانی است، حقیقتا گام های بزرگ انسانی است، گام های قابل ستودن انسانی است، گام هایی است که ما رو به پیشرفت برداشتیم، اما قبله آمالی نیست. چرا؟ که در این نظم حل شده است. یعنی شما باز هم یک رئیس جمهور رو نوک اون پیکان دارید، دوباره رئیس رو دارید، دوباره بزرگ رو دارید، دوباره ارباب رو دارید، اسم ها عوض شدن، تلطیف تر شدن، ولی این نظام حاکم باز هم در حال باز تولید خودش است. اصلا شاید الان با انسان ها اگر صحبت بکنی اینقدر این موضوع نهادینه در وجودشون باشه که اصلا نتونن قبول بکنن که یک جای اداره بشه بدون اینکه رئیسی داشته باشه. هر جای مستلزم اینه که یک فرمانبری، یک فرماندهی داشته باشه و یک فرمانبرداری داشته باشه. یعنی این جزء خصوصیات حل شده در وجود انسان‌ها شده. این رو همه قبول کردن. در برابرش صحبت کردن رو مصادف با هرج و مرج می‌دونن. آشوب می‌دونن. و این اون نظام حاکمی است که من درباره‌اش صحبت می‌کنم. اون خدایی که من دارم ازش حرف می‌زنم. اون خدا قدرتیست، قدرتیست ماورایی که یک نظم پیچیده تو در توی رو ته مرور سال پاس ساخته و همه جا شما میتونید اثرش رو ببینید، در بین همه هست. فقط در روابط بزرگ بهش نگاه نکنید، در روابطی که مثلا من گفتم توی کشورهای پیشرفته غربی هم باز نوک هرمی وجود داره که بقیه باید فرمان بردار از اون باشن. شما وقتی میارید در یک اشل کوچیک‌تر بهش نگاه میکنید، میارید توی خانواده، دوباره نوک هرم پدری هست، مادری هست، کسی هست که از دیگران بالاتر، مقام ارجحتری داره، نوک اون پیکان میشینه، فرمان میده و بقیه باید فرمان بردار باشن. در بین کارخانه ها، در بین ادارات، در هر جایی که زندگی میکنیم و زندگی انسانی جریان داره و این ریشه از همون تفکر و اعتقاد غالب جهانی به خداست و ما نوک هرم و نوک پیکانمون رو در برابر این خدا میگیریم. یعنی صحبت ما با خدایی است که تبدیل به یک فرهنگ غالب شده. به نظرم در اینجا باید یک مبحثی رو هم باز بکنیم. اون مبحث هم این هستش که تنها راه شناختن این خدای غالب در جهان ادیانش هست. ادیانی که خدا رو به ما فهموندن، دربارش صحبت کردن. ما اگر قرار خدا رو بشناسیم، باید از طریق اسلام بشناسیم، از طریق قرآن بشناسیم، از طریق سیره نبوی بشناسیم، از طریق احادیث نبوی بشناسیم، از کشورهای اسلامی بشناسیم، از سرگذشت کشورهای اسلامی بشناسیم، از قوانین اسلامی بشناسیم. قرار هست از این راه به خدا برسیم، یا از طریق مسیحیت، یا از طریق یهودیت و یا از طرق دیگر و ادیان دیگر، ولی قرار فقط از این راه به وجودیت خدا برسیم، خدایی که در جهان وجود داره. قرار نیست کسی بشینه و یه خدای جدیدی رو بسازه، یه خدای مهربون با تمام اصول که امروز در جهان باب هست، با حقوق بشر موافقه، با آزادی موافقه، در برابر بردهداری نیسته، آزادی خواه هست. مثلا ما الان اگر صحبت بکنیم در باب این که این نظم حاکم و این فرمانده در اون بالا هست، فردا میاد میگه من فرمانده هم نیستم، نه همه برابریم و از این صحبت ها. این خداها دیگه خداهای برساخته جدید انسانیست. اگر همچین چیزی وجود داره، اون آدم میتونه بیاد ادعای پیامبری بکنه، یه ادهی رو دور خودش جمع بکنه و این خدای تازه دوباره به وجود بیاد و ما باز دوباره با اون خدا بجنگیم، دوباره در راه، حالا این که اون خدا داره بر علیه ما، بر علیه زندگی جانها، بر علیه آزادی و برابری داره حرکت میکنه، ما در برابر اون هم موضع بگیریم. اما خدای حقیقی در همین ادیان شناخته شده قابل شناختنه. هر ادعای تازه نیاز داره که این ادعا مطرح بشه، هواخواهی پیدا بکنه.
این خدایی که درون قلب‌های انسان‌ها وجود داره، خدایی است درونی تا زمانی که در درون انسان‌ها بمونه، توی زندگی شخصیشون باشه، زمانی که ناراحت میشن بهش پناه ببرن، گریه بکنن، باهاش صحبت بکنن، ازش نمیدونم انرژی بگیرن، نیرو بگیرن، کاری نداره. ولی وقتی وارد صحنه اجتماعی میشه، وقتی قراره که دوباره امر بکنه، فرمان بده، قانون وضع بکنه، نظام حاکم رو عوض بکنه یا بسازه و یا ادامه بده، باید به چالش کشیده بشه. اولین چالشش این هستش که شما کی وجود داشتی، چه دلیلی داره وجود داشتن شما. یعنی اون ادیان سر و کله ها زدن تا اینکه قبول بکنن یه ادعی که وجود داره. یعنی وقتی که محمد میاد و ادعای پیامبری میکنه، سالهای مدیدی طول میکشه تا اینکه یه ادعی قبول بکنن، در برابرش مخالفت ها میکنن و طی مرور سالها این جا باز میکنه، جا میندازه و خودش رو. حالا کاری درباره بستش نداریم توی این برنامه مشخص، شاید در آینده دربارش صحبت بکنیم. اما شمایی که امروز بخواید دوباره یک خدای در سینه و قلب رو بیاری، باید اون مراحل رو طی بکنی، چون این ما رو باز به یک وادی بدتری میندازه که باز انسان‌ها به واسطه ترس‌هاشون، به واسطه اینکه نمیتونند چیزی که میخوان رو خودشون به دست بیارن، به واسطه اینکه تلاشگر نیستند، به واسطه اینکه کنشگر نیستند، به واسطه اینکه روحیه رزم و جنگ در وجودشون نیست، دوباره پناه میبرن به یه قدرت ماورایی، دوباره همه چیز رو از اون میخوان، دوباره باز تولید میکنن خداهای تازه رو، خداهایی که با مزامین مختلفی در حال پیشرفتن هست، و این ما رو دوباره به یک وادی تکرار دوباره و این دوار گردون میندازه. در آینده دوباره باز آیندگانی خواهند بود که این درگیری ها رو با خدایان تازه ما داشته باشه. پس ما باید یه نقطه سر خط این موضوع بذاریم و بگیم ما خدا رو فقط در راه قالب ادیان مختلفش در جهان میشناسیم و در باب اون میتونیم صحبت بکنیم، که اون یک فرهنگ قالبی رو ساخته. من به هیچ چیز دیگه ایش کار ندارم فعلا، چون تمام چیزهای دیگرش از همون یک نظم حاکم ساخته میشه. یعنی یک خدایی که نوک هرم قرار میگیره و فقط فرمان میده و فقط تسلیم و فرمان بردار در برابرش میخواد. این اون نظام رئیس رو به وجود میاره، اون ارباب رو به وجود میاره، برده رو به وجود میاره، فرمانده و فرمان بردار رو به وجود میاره، رئیس جمهور رو به وجود میاره. این نوک هرم هست که همه چیز رو به وجود میاره. در آتی اون نظمی که ما دربارش صحبت کردیم و اون طاعت و اطاعت باعث میشه که موضوعات دیگه در کنارش نقش بگیره. یعنی مثلا حقوق زنان پایمال بشه، به حقوق حیوانات تجاوز بکنن، آزادی بیان رو زیر سوال ببرن، آزادی اعتقاد رو از بین ببرن، اعدام کنن، سنگسار کنن و هزار بلا و رنج به مردم بدن. ابتدایش اون نظمیه که به وجود آورده و ما نوک پیکان رو به اون میدیم، و تنها راهمون هم شناخت ادیان هست. ما اگر میخوایم خدا رو بشناسیم، باید از طریق ادیان به خدا برسیم. این فرهنگ ساخته از خدا توی زندگی ما به شدت حلول کرده، جای جای زندگی ما رو گرفته، اصلا بخشی از زندگی و فرهنگ ما شده. انسان‌هایی که خودشون رو حق میدونند که بر دیگران حکومت کنند، بر دیگران فرمان بدن، فرمان عدم فرمان برداری رو مساوی با گناه و جرم و جنایت حتی بدونند. یعنی شما الان میبینید تمرد از دستور یک فرمانده ارتشی مسلماً جرم شناخته میشه، جرمی که قابل پیگیری هست. این از کجا نشأت میگیره؟ چرا انسان باید به همچین چیزی اصلا فکر بکنه؟ این فرهنگ از کجا آمده؟ چرا انسان فکر کرده که میتونه فرمان بده و فرمان بردار داشته باشه؟ خب قاعدتا این از اون فرهنگ اعتقاد به خدا نشأت میگیره، فرهنگی که به شما داره میفهمونه که باید این نظم رو قبول کرد. انسان توی زندگیش مدام درگیر با این هست، مدام داره با این موضوع دست و پا میزنه، توی زندگیش حلول کرده، بین یک فرزند و پدر، بین یک فرزند و مادر، بین یک شهروند و حکومت،
بین دو تا انسان، بین دو تا دوست، یعنی حاکم بینشون همین مبحث فرمان و فرمانبرداری میشه. یکی قراره که غالب بشه و یکی قراره که مغلوب بشه. قدرت به میدان میاد، قدرت میانه دار میشه. توی هر بحثی قدرتی که تعیین کننده است، تو تمام روابط اجتماعی ما، حتی تو روابط زناشویی باز هم قدرت میانه داره. هر جایی قدرت میشه محوریت و قرار بر این میشه که یکی فرمانده باشه و یکی فرمان بردار باشه. این فرهنگ غالبی است که از وجودیت خدا نشأت گرفته در طول این سالیان درازی است. شما در نظر بگیرید که فرهنگ خدا باوری چند سال هست که وجود داره، چه مقدار قدرت داشته، چقدر نهاد داشته. ما الان توی این سده های اخیر با مبحثی مثل آموزش و پرورش روبرو میشیم. در طول اعصار گذشته همیشه قدرت آموزش و پرورش در اختیار این نهاد مذهب بوده، تو همه جای دنیا، بین یهودی ها، بین مسیحی ها، بین مسلمان ها. نهاد آموزش و تعلیم و تربیت بشر همیشه در اختیار این ادیان بوده، همیشه در دستشون بوده. حتی امروز هم که من میگم توی این سده های اخیر با مبحث تعلیم و تربیت روبرو شدیم، حتی توی این اعصار جدید هم شما میتونید ببینید که چقدر قدرت این مذهب و این فرهنگ خدا باوری قوی هست. توی کشور خودمون شما درس ها رو نگاه کنید، شما دارید رشته نرم افزار کامپیوتر میخونید، در کنارش دین و زندگی هم باید پاس کنید در دانشگاه، معارف اسلامی هم باید پاس کنید. تفکیل از این هم پوشانی این دو درس با هم چیست؟ اما قراره که این فرهنگ خدا باوری مدام باز تولید بشه. پس ما آموزش و پرورش رو دست بسته در اختیار ادیان دادیم، در اختیار خدا دادیم و خدا مدام برای ما تولید کرده و امروز باید همچین چیزی ببینیم. یعنی چیزی فراتر از این نمیتونیم که ببینیم، چیزی فراتر از این از انسانها نباید که انتظار داشته باشیم. فرهنگ غالبی است که مدام در حال باز تولید شدن هست و خب مسلما آدمهایی رو وابسته به این دستورات میسازه. امروز اصلا صحبت کردن، گفتم بهتون، مساوی است با هرج و مرج. یعنی شما اگر صحبت بکنید بگید توی یک کشوری قرار نیست که کسی رئیس جمهور باشه، قرار نیست که کسی فرمانده بقیه باشه، قرار هست شما یک کشوری بسازید که اداره بشه، اداره اون هم قرار نیست. مگه ما به چی فکر میکنیم؟ ما چه تفکری داریم که یک انسان رو تا این حد بزرگ و با عظمت و با شکوه قلمداد میکنیم؟ که یک انسان به جای 80 میلیون نفر تصمیم بگیره، به جای 80 میلیون نفر فکر کنه، به جای 80 میلیون نفر زندگی کنه. این از کجا نشأت میگیره این تفکر؟ تفاوتی نیست رهبر قرار داشته باشه، امپراتور باشه، پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه، همه در اون نقطه انتهایی یک کارو میکنن. همه چیز زندگی ابنای بشر در اون جامعه در اختیار اون یه نفره. این از کجا نشأت میگیره؟ چرا انسان به این باور رسیده؟ از کجا به این رسیده که یک انسان در این حد با شکوه هست که بتونه به جای همه فکر بکنه؟ مگه یک انسان چه فکری داره؟ چه مقدار قدرت فکر داره؟ چرا انسان هیچ وقت به این فکر نبوده که بیاد و از طریق یک جماعت زیادی که فکرهای زیادی دارن، مشورت زیادی میتونن با هم بکنن، کنار همدیگه میتونن به راه‌های جدیدی برسن، قدرت تفکر بیشتری دارن، از شور خودشون میتونن استفاده بکنن، چرا انسان به این مرحله نرسیده؟ در سده های اخیر به این مرحله میرسه و باعث میشه که پارلمان رو به وجود بیاره در جای جای جهان. حالا در شکل‌های مختلفی هم بوده در اعصار گذشته، اما همیشه نوک پیکانی وجود داشته که بر همه اینها غالب بوده. حتی امروز هم شما میتونید ببینید در پیشرفته ترین کشورهای جهان، در تمام این کشورهای پیشرفته هم نوک هرمی وجود داره که بر تمام این مجلس ها، سنا ها، پارلمان ها قدرت فائقه رو داره. نوک پیکان هست، فرمان اصلی فرمان اوست و این اون نگاه باور به خداست که مرتب در حال بازنشته و بین ما توضیح و تقسیم میشه. این خدا در تضاد و تقابل کامل هست با مفاهیمی که باعث بهتر زندگی کردن ما میشه.
با مفهوم آزادی، با مفهوم برابری، با هر مفهومی که قرار زندگی ما رو زیباتر بکنه. این تفکر به خدا در برابر این باورها هست. جمع شدنی با هم نیست. شما نمیتونید فرمان بردار باشید و آزاد باشید. اصلا این دوتا با هم جمع شدنی نیست. خب حالا این بخش از برنامه رو که من قرار در باب باور خودمون در ارتباط با خدا صحبت بکنم، یعنی اون باوری که خودم بهش معترف و معتقد هستم، باید قبلش بگم که من پیرامون مبحث آزادی گفتم که بقیه باورها هم همه حق هستن، حقیقت هستن. یعنی تعریفی که من نسبت به آزادی میدم مسلماً متضاد به تعریفی است که یک مسلمان نسبت به آزادی میده. پس ما اینجا درگیری نداریم در باب این موضوع. من دارم از نظر خودم صحبت میکنم. شاید یک نفری اون اسارت در خدا، اون فرمان مرداری از خدا رو نهایت آزادی بدونه و محترم هست. تا جایی که آزار به دیگران نرسونه محترم هست، قابل تکریم هست، میتونه این کار رو بکنه. پس ما داریم در باب اون اعتقادات خودمون صحبت میکنیم. این اشاراتی که میکنم در باب این هست که ما اگر اون کلیاتی که من اول صحبت ازش کردم رو بدونیم، دیگه قرار نیست که به اشتباه بیفتیم هر دفعه که من دارم صحبت میکنم. پس ما میگیم که در اعتقاد ما اصلا فرمانبرداری متضاد با آزادی است. کسی که آزاده قرار نیست که طاعتگر باشه. یا در باب برابری این ریشه برابری رو میکنه. اصلا اعتقاد به وجود خدا، اعتقاد به این نظام حاکم، یعنی برابری وجود نداره. یعنی ما میگیم برابری وجود داره که همه موجودات زنده برابر هستن. شما یهویی اون نوک هرم یه خدا میذارید، یهویی خدایی هست که اون بالا از همه بالاتر و با ارزشتر و زیباتر و بزرگتر و با انصافتر و همه صفات خوب رو داره و از همه برتره توی این صفات خوب. خب چه چیزی از برابری قرار باقی بمونه؟ شما دارید تدریس میکنید، تعلیم میدید که یکی پس برتره، پس بقیه راغب میشن که برتر بشن، راغب میشن که این طبقات رو بسازن. مثلا دلیل به وجود اومدن این طبقات مختلف در جوامع مختلف بشری، در فرهنگ های مختلف بشری، وجود این خداست. یعنی شما دارید مدام میبینید وقتی اون نگاه به اون رو که هرمه، وقتی خدا رو اون بالا میبینی که از همه با ارزشتر و بزرگتر و زیباتر و مهربانتر و الی آخر هست، و شما راغب میشید که پس خودتون رو از بقیه بالاتر بکشید. انسان میشه با ارزشتر از بقیه مخلوقات، انسان میشه اشرف مخلوقات، انسان میشه خلیفه، میشه پادشاه. انسان به اینجا بسنده نمیکنه. انسان میاد زن و مرد رو از هم جدا میکنه، مرد با عجتر و بزرگتر میشه. انسان میاد کشور خودش رو بزرگ میدونه، انسان میاد خون خودش رو با ارزش میدونه، نژاد خودش رو با ارزش میدونه، انسان میاد طبقات اقتصادی میسازه، یک کسی ثروتمند میشه، نوک هرم وای میسه، یک عده کارگر و بدبخت و برده میشند، ارباب به وجود میاد، برده به وجود میاد. اینها همه از همون نقطه شکل میگیره. برابری باقی نمیمونه که شما بخواید درباره‌اش صحبت بکنید. یعنی این نظام حاکم خداوندی برابری رو ریشه‌کن میکنه. پس ما تضاد داریم با این خدا. این خدا در برابر ما و باورهای ماست. این تقابل در ریشه افکار ما نهفته است. حالا در آینده در باب این مسئله، این تضادها و راه حل‌ها هم صحبت میکنیم. اما توی این برنامه که باز هم میگم دوست ندارم خیلی زمان طولانی داشته باشه، کوتاه باشه، مختصر باشه، قابل فهم باشه، ساده و روشن بیان بشه، قصد دارم کوتاه دربارش صحبت بکنم، موجز دربارش صحبت بکنم. و ما تا اینجا با مفهوم خدا به نظرم آشنا شدیم. اون مفهومی که بین همه مردم وجود داره، اون چیزی که وجود داره، غیر قابل انکار هست چون بین مردم وجود داره. بحث در رابطه با وجودیت و یا عدم وجودش وقت تلف کردنه، چون خدا وجود داره، واقعیتش بین مردم وجود داره، شما این رو نمیتونید کتمان بکنید. و عمر رو به هدر بردن در باب این که از نظر علمی آیا وجود داره یا نداره، حتی شاید عالمان بزرگی به وجود بیان و ثابت کنند که خدا وجود نداره، باز هم ما به جای نمیرسیم. مگه سر گرد بودن زمین به جای رسیدیم؟ مگه باعث شد که مسیحیت از بین بره؟ مگه اتفاقی افتاد؟ این قدرت ایمان اینقدر قدرتمند و این باورها اینقدر ریشه دوونده که با این با هر موضوع علمی هم قابل کنار گذاشتن نیست. و ما زندگی
عینیمون، زندگی که الان توش میکنیم، واقعیت دنیامون اینقدر سخت و تلخ هست که باید با این مواضع روبرو بشیم. جایی نداره که الان بشینیم و به علمی بودن وجود خدا فکر بکنیم. ما باید پیرامون همین موضوعات عینی و قابل لمس صحبت بکنیم، باید اینها رو حل بکنیم، ریشه کن بکنیم. توی این برنامه به اندازه کافی به نظرم با مبحث خدا درباره اون کلیت وجودیت و مبحث خدا صحبت کردم، اما خب مسلماً این هم از اون دسته موضوعاتی است که همیشه ما باهاش دست به گریبان هستیم و در موضوعات بعدی هم مسلماً درباره‌اش صحبت میشه. اینها موضوعات کلی هستن که ما یک کلیتی رو نسبت به بحث پیشرومون داشته باشیم که در آینده اگر نهیب بهش زدیم همه در جریان باشن که ما داریم درباره چه موضوعی صحبت میکنیم. خوشحالم که برنامه رو دنبال کردید. اگر از برنامه خوشتون اومده به بقیه هم بگید، باهاشون به اشتراک بذارید این صحبت ها شنیده بشه، حرف بزنیم. در باب حرف زدن و مباحثه گفتم، من یه تالار گفتمانی هم به اسم دیالوگ طراحی کردم که توی سایت جهان آرمانی وجود داره. شما میتونید با مراجعه به اون با ثبت نام اونجا بحث کنید، صحبت کنید در باب مسائل مختلف، در باب مسائلی که الان صحبت میکنیم یا در باب هر مسئله‌ای که دغدغه شما، صحبت بکنیم، حرف بزنیم و با این حرف زدن باعث بشیم که پیشرفت بکنیم، بهتر زندگی بکنیم، جامعه بهتری بسازیم، در کنار هم راحت‌تر زندگی بکنیم. این تالار گفتمان دیالوگ هم گفتم که بهتون بگم که در جریان باشید که این ساخته شده برای این کار، برای صحبت کردن. وبسایت جهان آرمانی هم هست، شما میتونید اونجا صحبتایی که من الان دارم توی این برنامه ها میکنم چکیده ایست به زبان ساده از مباحثی که توی کتاب‌های مختلفم درباره‌اش صحبت کردم، به شکل‌های گوناگون درباره‌اش صحبت کردم. فکر کردم که این برنامه میتونه راهگشایی باشه تا ما با زبان ساده صحبت بکنیم، در قالب کتاب صحبت نکنیم. ولی کسانی که علاقمند هستن به کتاب خوندن و مطالعه و فرای اون صحبت کردن، فکر کردن به موضوعات مختلف، میتونن به وبسایت جهان آرمانی مراجعه کنن. آثار من در قالب شعر و کتاب به صورت رایگان منتشر شده، میتونید دریافت بکنید، مطالعه بکنید، درباره‌اش صحبت بکنید. این برنامه هم من تا جایی که سعی بکنم به صورت هفتگی منتشرش میکنم. فرای اون آثار صوتی هم به مرور زمان در حال منتشر شدن هست در قالب شعرهای صوتی، کتابهای صوتی، اونها را هم میتونید گوش بکنید. بزرگترین کمک و همراهی شما دوستان هم به من میتونه به اشتراک گذاشتن این آثار با دیگران باشه. اگر دوست دارید این طریقت و این تغییر شروع بشه، میتونید با دیگران به اشتراک بذارید تا بیشتر بشنوند، بیشتر دربارش فکر کنند و بیشتر دربارش صحبت کنند. این برنامه به نام جان بود و من نیما شهسواری با شما در پناه آزادی.